هستم که عاشق شیشو پای کنم، همه ترک میکنم ولی من ترک نمیکنم. شیشه یه چیزیه به دست هرکی نمیفته، بعضی که میکشن سیاه میشه رو فوق، ولی بعضی که میکشن سفید شیشه. در فرهنگ اکثر ملل متمدن دنیا، مادر به عنوان نماد پاکی، پاکدامنی و در واقع اعتلای انسان، اعتلای فرزند به حساب میاد. اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی برای هر کدوم از اعضای خانواده، چه پدر، چه مادر، چه فرزند، پسندیده نیست، آسیب‌زاست و خانواده رو به سمتی میبره که ممکنه که مشکلات زیادی رو ایجاد کنه. چند تا سال ازتون بپرسم؟ بفرمایید، با صدای بلندم میگم. خواهش میکنم. چند سالتون خانم شما؟ بنده 26 سالمه. 26 سال. کی از شهرستان اومدید تهران؟ 8 سال. 8 سال از کدوم شهرستان تشریف آوردید؟ دیگه نمیخوام صدام بلند بگم که همه نه، همینجوری آیسه بگید صداتون رو میگیره. خب من 8 سال اومدم تهران. از کدوم شهر اومدید؟ شما میخواین درباره چی صحبت؟ در مورد خانمایی که اعتیاد دارن میخواین مشکلاتشون رو برسونید. مشکلاتشون رو؟ بله. خب اون خانم معتاده. خب وقتی من میان نشون میدم چرا نمیبرن؟ کی مهاجرت کردید؟ 18 سالگی ازدواج کردم. خب. بله. بله. بعد از ازدواجم تشریف بردم تهران. دو سال بعد ازدواجم جدا شدم. دو سال بشه دلیل جدا شدید؟ دلیلات خصوصی زندگی آدم به خود آدم ربط داره. خب مایل نیستید دیگه؟ نمیتونم بگم. بله. اونا رو مایل نیستید بگید. چقدر اعتیاد تو اون قضیه دخیل بوده؟ انقدر که همیشه سرم پایین بود، اما الان خوشحالم، با افتخار سرم بالا. تو زندگی زناشویتون حتما اعتیاد داشتید؟ برعکس، اون موقع پاک بودید مصرف کننده. اصلا نمیدونستم مواد چیه. آخرین ماده مخدری که مصرف میکردی کدوم بوده؟ دیگه اون رو نمیتونم بگم. آخرش هم نمیتونی بگی؟ کلا دیگه نمیتونم سوال دیگه نمیخوام. دیگه اصلا نمیخوام. قطعا سوال اول از ما این هست که چرا امروز میخواهید به بحث اعتیاد زنان بپردازید؟ جواب ما این خواهد بود که اعتیاد یک پدیده مردانه نیست و امروز در سطح جامعه جهانی نشانگر این موضوع هست که متاسفانه دختران و زنان به پدیده اعتیاد هم گرایش پیدا کردند. این موضوع در سطح کشورهای صنعتی نسبت به کشور ما از یک افزایش قابل توجهی برخوردار است. این به این معنا نیست که بنابراین ما در سطح کشور مقوله‌ای رو به نام اعتیاد زنان نداشته باشیم. علاقمند هستم در همین قسمت این نکته رو تاکید بکنم که بررسی‌ها و نتایج پژوهش‌ها در سطح جامعه جهانی بیانگر این واقعیت هست که موضوع اعتیاد در دختران جوان و زنان در حوزه مواد روانگردان، مواد افیون، مواد توهمزا، مسکن‌ها و آرامبخش‌ها در حال افزایش است و این یک زنگ خطری است برای جامعه جهانی که باید نسبت به پدیده اعتیاد در زنان توجه جدی‌تر داشته باشد. من 24 سالمه، بعد شیمی خوندم، گرایشم اکتشاف بوده، کارمند یه اداره دولتی هم. متاسفانه ما امروز شاهد این هستیم که تعدادی از دختران و زنان در سنین مختلف و متفاوت گرایش به استفاده از مواد مخدر درشون پدید آمده، و یا حتی جلوتر بریم
اونها از مواد مخدر استفاده کردند و دچار آسیب‌هایی شدند که این آسیب‌ها به شدت به خود اونها، به خانواده اونها و حتی به فرزندان اونها آسیب‌های جدی رو وارد کرده. سالی که عشنا شدم نامزد که کردم نامزدم از این آدم های خیلی پولداری بود که مثلا با این بچه پولدارا میشستن مصرف میکردن. بعد یه بار با هم نشستیم کشیدیم، من اصلا بدم میومد، یادم هم این بار حالم اصلا به هم خورد. بعد یکی دو بار با خودش کشیدم، بعد یه طوری شد که هفته‌ای دوبار خودم گیر میدادم، اصلا میرفتم توی باغ گیر میدادم، اصلا نازمم به من میرفتم توی باغ که بکشم. هیچ احدی از حوزه گرایش به مصرف مواد مسئول نیست. به عبارت بهتر، اعتیاد پشت درب منزل ماست و هر آن ممکن است که زنگ درب منزل ما به صدا در بیاد و پدیده اعتیاد وارد منزل ما بشه. 22 سالمه، ساکن سعادت آبادم هستم. از دوران اول دبیرستان سیگاری دیگه به مورد زمان یواش یواش شد، دیگه کوچکترین شد، دیگه شیره، تریاک، مشروب، یا آخرین بار شیشه. تحقیقات ما در سال 1386 بیانگر این واقعیت تلخ بود که 5% از جامعه معتادین ما رو زنان به خودشون اختصاص میدن و به عبارتی اگر 1,200,000 نفر معتاد قطعی رو در سطح کشور داشته باشیم، این به این معناست که حدود 60,000 نفر این آمار اعتیاد رو زنان به خودشون اختصاص میدن. هیچی شارژ می شدم، من خیلی آدم عصبی هم، افسردگی هم دارم، وقتی استفاده می کردم مثلا بیحال می شدم، خوب بود، ولی همه اینا فکر کنم کمتر از یه ماه بود. بعدش به جایی رسیده بود که استفاده می کردم که بالت طبیعی برگم، مثلا نشه نمی شدم. خدمتتون که تصور بیشتر افراد جامعه در مورد اعتیاد این هستش که اعتیاد یک پدیده مردانه هستش و معمولا در مورد خانم ها اعتقاد بر اینه که زن ها کمتر به سمت مواد گرایش پیدا میکنن و حتی کشیدن سیگار توسط خانم ها، دختران و زن ها یه مقدار تعجب اطرافیان رو برمی انگیزن. الان که من محل کارم فهمیدن همه چیمو، رئیسم همه چیمو فهمیده، سعی که همکارا روی حسادت و اینا رفته گفته، خیلی آبرون رفت. تازه این فهمم که به یه دختر معتاد چقدر به یه چشم بد نگاه میکنن. حالا هر چقدر شما کار کنی، تحصیلات داشته باشی، دختر سالمی باشی، مثلا با پول کار خودت بخوای مواد تو تهیه کنی، باور نمیکنن.